ویدیو چهارم از معرفی بهترین سایت شطرنج دنیا یعنی سایت لیچس و قسمت حل پازل ها. اگه میخواین شطرنج خودتون رو قوی تر کنین و دنبال راهی هستین که به صورت رایگان و بدون نیاز به مربی حرکات بهتری رو ببینین، محاسبتون بهتر بشه، باید حتما توی وبسایت لیچس پازل حل کنید. حالا از کتاب ها هم میتونین حل کنید، ولی سایت لیچس هم امکانات حل مسئله و حل پازل فوق العاده ای رو داره که میریم الان فورا با هم دیگه میبینیم. وقتی وارد وبسایت میشین، این بار دفعه قبلی رفتیم گوشه سمت چپ، این بار میریم سمت راست و پازل روز رو میتونین اینجا ببینید. من میذارم روی پازل روز. این یکی خیلی ساده هستش معمولا این پازل ها و به راحتی حل میشه. الان سیاه پیاده رو دوتا روند و نوبت حرکت با سفید. خودتون هم فکر کنید، منم یکم فکر میکنم ببینم برد رو پیدا میکنم یا نه. خب سفید ایدهش اینه که پیاده رو وزیر کنیم، پیاده اگه بتونه وزیر بشه سفید میبره، ولی الان اگه پیاده رو برونیم سیاه حسبش رو میاره اینجا. یعنی اگه پیاده رو بذاریم، من اینو پاک کنم، خب اینو اگه من برونم سیاه اسبش رو میذاره اینجا و بعد میخواد کیش بده پیادهمو بزنه. پس حرکت حریف رو پیش بینی میکنم، این کارو نمیکنم. قبل از این حرکت فکر میکنم حرکت برنده از 3-7 هستش با ایده کیش. حالا کیش میدم و پیادهم رو با کیش میرونم و این مسئله حل شد. سفید وزیر میکنه و میبره. این یه امکان حل پازل وبسایت لیچس. یه امکان دیگهش اینه که همین قسمت بالا، قسمت پازل اولی رو بزنیم، بقیه رو هم توی آینده میبینیم، ولی اول بریم قسمت پازلز رو بزنیم. خب یه پازلی رو برای ما الان آورده، من میرم یه پازل راحت تر رو میارم. این خیلی چون ریتینگ پازل من حالا به نسبت بالا هستش 2672، من میرم پازل که منفی 600 باشه، یعنی خیلی هم سخت نباشه. خب همونطور که میبینید حرکت آخر سیاه این بوده که با فیل پیاده من رو زده. خب احتمالاً الان من یه کانکشنی اینجا میبینم، یه ارتباطی میبینم بین این که سفید میتونه این کیش رو بده. همیشه باید الگوهای ترکیبی توی ذهنتون الان مجسم بشه. یکم فکر کنین، منم فکر میکنم مسئله رو ببینیم میتونیم درست حل کنیم یا نه. خب بله فکر میکنم این هستش. وقتی میخوایم مسئله حل کنین، همیشه سه نوع حرکت رو در نظر داشته باشین: همه کیش ها، همه زدن ها و همه تهدید ها. الان ما یک کیش داریم، یک کیش دیگه هم اینجا داریم، یک کیش هم همونطور که گفتم با اسب داریم. اینو بردارم یکم. آره این کیش ها رو داریم. حالا زدن ها هم من فکر میکنم حرکت درست رخ در F4 باشه، امیدواریم ضایع نشیم. بله رخ در F4. چرا؟ وزیرش رو کشوندیم این خونه، یه نکته داره این قضیه. حالا من با اسب کیش میدم و وزیرش رو میگیرم. حالا کامپیوتر وزیر رو قربانی داد، ولی اگه وزیر رو قربانی نمیداد، مثلا با فیل میزد، من وزیرش رو با وزیر میگرفتم. این کیش برخاست بود، ایده ساده ای بود که سفید اول زد توی فیل. پس این زدنه، ببخشید زدن این پیاده خیلی بد بود برای سیاه، چون که وزیرش رو آورد جای بدی و سفید با اسب کیش داد، شاهش کیشه توسط اسب، و الان من با وزیر میخوام اینو بزنم. وزیرم بزنه با اسب میزنم. خب ادامه بازی دیگه، سیاه وزیر در ازای دو سوار جلوه که توی شطرنج در سطح حالا تقریبا معمولی برنده هستش. بریم یه دونه یکم هم پیچیده حل کنیم، این یکی رو حل کنیم که منفی 300 هست. خب نوبت حرکت با مهره سیاه. حریفمون یه وزیر داره و حرکت آخرم پیاده روند که مات نشه، ولی خب احتمالا این حرکتش بد بوده. اگه پیاده رو نمیروند سفید سیاه وزیر رخ کیش میداد و بازی رو تموم میکرد. خب حالا جسر رو رونده. من یکم با این تم این مسئله آشنا هستم، انقدر از این حل کردم تمش آشناس برام، ولی خب نکته اینه که شاه سفید یکم گیره. ما هم یه پیاده رونده داریم، داره وزیر میشه، یه الگوی ماتی هم اینجا وجود داره. خودتون هم فکر کنین، ویدیو رو متوقف کنین بعد ادامه بدین که ببینین خودتون میتونین این الگوی ماتی رو حل کنید یا نه. اینو با هم دیگه ترکیب کنین، این که پیاده میخواد وزیر بشه و الگوی ماتی، یعنی الگوی مات با رخ و اسب با سیاه بچینین و پیاده رو وزیر کنین. سفید فقط میتونه یکیشو دفاع کنه، یا مات رو یا پیاده رو. درست فکر کردین؟ من مطمئن نیستم ولی فکر میکنم. حالا بریم با هم دیگه محاسبه کنیم ببینیم درسته یا غلط. فکر میکنم پیاده رو اگه برونم با وزیر بزنه، حالا حرکت سفید رو با
قرمز نشون میدم، با وزیر که بزنه اسب کیش میدم، اسب توی خونه F3 کیش میدم، شاهش نمیتونه بیاد G2 چون اسب کیش میدم، وزیر خونه C2 رو میزنم، چنگال میگیرم، پس این دوتا رو پاک میکنم، شاهش نمیتونه بیاد اینجا، شاهش مجبوره که بره H1 وقتی اسب کیش دادم، پس یه بار دیگه C2، وزیر در C2 اسب کیش، شاه مجبوره که بره H1 یا F1، هر کدوم که بره من رخ پایین کیش میدم، شاهو که آورد بالا من G4 میکنم و حالا اون الگوی ماتی که گفتم شکل گرفت. حالا میریم توی حرکات با هم دیگه میبینیم، باید اینجوری محاسبه کنین، حالا امیدوارم شما هم دیده باشین، ولی اگر ندیدین خب من این الگوی ماتی رو بلدم و احتمالا به این دلیله. میتونیم اولم بزنین یه کلیک بکن، اگه اول G4 شروع کنیم وزیر کیش داره، باید همیشه مواظب امکانات حریف باشین، اول نباید با این شروع کنیم. امیدوارم بازم زایه نشیم. بریم 3-2. بله درست بود. چی بودی؟ وزیر نزد. خب فهمید اگه بزنه مات میشه، ما وزیر میکنیم میبریم. خب حالا بریم ببینیم اگه میزد. اگه میزد گفتیم و از پیش شاهو اگه بذاره اینجا کیش میدیم، وزیرشو میگیریم، بازیو میبریم. شاهو اگه بذاره F1 رخ کیش میدیم، شاهو بیاد بالا G4. مات بدون دفاعه. یعنی فقط میتونه وزیرشو قربانی بده و حرکت بعدی مات میشه. حرکت بعدی H3 هم کنه ماته. مات با رخ و اسب، حالا ایده مات عربی نمیدونم الگوش دقیقا اسمش اسما رو یادم نمیمونه. شاه هم اگه بذاره H1 یه خونه دیگه بازم همین کیش، شاه گذاشت G2 G4 میکنیم و رخ مات میشه. پس سفید اینجا توی کامپیوتر حالا حرکتی که شاه گذاشت اینجا، ولی خب ما وزیر میکنیم و حالا دیگه یه رخ و یه اسب جلو هستیم. اینم از حل پازل، ساده ترین حل پازل در لیچز، که امیدوارم براتون مفید بوده باشه و نکاتی رو یاد گرفته باشین. حتما وقتی وارد سایت لیچس میشین پازل حل کنین، قبل از بازیاتون چند تا حل کنین، باعث میشه مغزتون به کار بیفته. مهمترین تمرین هر شطرنج بازی حل پازل، مفصل بعدا راجبش صحبت خواهیم کرد، ولی خب این رو بدونید فقط بازی کردن نمیتونه بازی شما رو قوی تر کنه. در ضمن من یه 12 تا ریتینگم اینجا گرفتم، خوبه حالا ریتینگم یکی بزنم شد 2685، امیدوارم حالا در آینده بهترم بشه. دیگه بقیهش رو انجام نمیدم که خیلی طولانی نشه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین، اگر اینطوره لایک رو بزنید و برای من نظراتتون رو بنویسین و توی کانال سابسکرایب کنین، از شطرنج زندگی لذت ببرید.